در چند انفجار و حمله انتحاری که روز یک شنبه در شهرهای دمشق و هومس رخ داد، دست کم 150 نفر جان باختند. به گزارش خبرگزاری رویترز، در محله سید زینب در جنوب دمشق، چند عضو داعش پس از انفجار یک خودروی بمبگذاری شده دست به انتحار زدند که در نتیجه آن دست کم 87 نفر کشته شدهاند. یکی از اهالی محل میگوید صدای انفجار اول را شنیدم پنج دقیقه بعد مردی اینجا خود را منفجر کرد چند دقیقه نگذشته بود که مرد دیگری نیز خودش را منفجر کرد در شهر همز نیز دو خودروی بمگذاری شده منفجر شده و جان دست کم 59 نفر را گرفت بیش از 170 نفر نیز در این انفجارها که خونی ترین از نوع آن از سال 2011 گزارش شده مجروح شدهاند انفجارهای خونین روز یک شنبه در حالی رخ میدهد که سازمان های بین المللی و کشورهای غربی در تلاش هستند آتش را میان دولت و گروه های مسلح برقرار کنند در همین رابطه جان کری وزیر خارجه آمریکا از امکان دستیابی به این آتش بس و ترک مخاسمه میان ارتش سوریه که از حمایت ایران و روسیه برخوردار است با گروه های مسلح طی ساعات آینده خبر داد ارتش سوریه طی ماهای اخیر با اتکا به این حمایت ها توانسته است به پیشرویهایی هایی دست یابد